برای اولین بار احتمال می رود نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفانش در ماه ژانویه روبروی هم بنشینند و بر سر امکان رسیدن به صلح مذاکره کنند. نشستی که با حضور شماری از کشورهای حامی و مخالف دولت بشار اسد برگزار خواهد شد. روسیه و آمریکا در تلاش هستند تا دو طرف درگیر در سوریه را به شرکت در نشست ژنو ترغیب کنند. ما به همکاری خود با دولت سوریه بر اساس منافع مشترک ادامه خواهیم داد و نمایندگان روسیه و آمریکا تلاش خواهند کرد تا به هر دو طرف درگیری یادآوری کنند که چه مسئولیتی در قبال ملتشان، کشورشان و امنیت منطقه دارند. وزیر خارجه روسیه گفت که از شرکت کنندگان دعوت کرده تا پیش از کنفرانس ژنو در روسیه نشستی را برگزار کنند. دولت سوریه گفته در گفتگوهای صلح ژنو که قرار است در 22 ژانویه برگزار شود شرکت خواهد کرد. اما به گفته دولت سوریه نمایندگان دولت بشار اسد به ژنو نمی روند تا قدرت را تحویل دهند. در مقابل مخالفان بشار اسد و شماری از کشورهای حامی آنها میگویند رئیس جمهوری سوریه نباید در دولت انتقالی حضور داشته باشد. فرمانده ارتش آزاد سوریه میگوید گروه او در کنفرانس صلح در ژنو شرکت نخواهد کرد و قصد دارد به نبرد برای سرنگونی بشار اسد ادامه دهد. به گفته ارتش آزاد سوریه جنگ در جریان کنفرانس یا پس از آن متوقف نخواهد شد. ائتلاف ملی سوریه از عمده‌ترین گروه مخالف بشار اسد هم گفته هنوز درباره حضور در کنفرانس تصمیم نگرفته است. این گروه تاکید کرده بشار اسد نباید هیچ نقشی در آینده سیاسی سوریه داشته باشد.